با عرض سلام به تقدیم ارادت به بخش دیگری از برنامه های زنده امروز می پردازیم. جا دارد که از مشارکت های همه شما عزیزان سپاسگزاری کنم و توفیق بیشتر برای فرد شما عزیزان از خدای بزرگ آرزو کنم. مشغول ترجمه آیه شماره 14 از سوره 34 سوره سبا بودیم. در ترجمه ساده تر این آیه میگوید اطاق فرمان سپس چون قضاینا ما مقرر داشتیم و در واقع وقتی که قرار بر این شد که چنین بشود علیهی مقرر داشتیم بر او الموت وقوع مرگ را ما دلهم هیچ چیزی دلالت على بر مرگ او نمی کرد، هیچ چیزی موجب فهمیدن واقعه مرگ او نمی شد، هیچ دلیلی به ظاهر برای مرگ او وجود نداشت. ما دلهم هیچ چیزی دلالت نمی کرد على بر موته مرگ او الا مگر دابتو یک موجودی، یک جانداری که الارض جاندار زمینی که تأکلو می خورد من سعته از چوب دستی او، از عصای او. فلما پس چون خر فرو افتاد تبینت روشن شد و پیدا و آشکار شد، یعنی واقعی مرگ او معلوم نبود که مرده، هیچ دلیلی برای مرده بودنش نبود چون ایستاده بود و به عصا تکیه داده بود، تا اینکه یک موریانه ایه که موجود زمینی که عصای او رو میخورد. پس وقتی که فرو افتاد، سقوط کرد، افتاد زمین، تبینتی این زمین افتادن او مبین این مطلب بود، بیان کرد، روشن کرد الجن برای جنها ان که لو اگر کانو آنها یعلمون اطلاع می داشتند الغیب از غیب ما لبیثو اونها باقی میماندند فی در العذابی عذر میخوام اگر اونها از غیب اطلاع میداشتند ما لبیثو باقی نمیماندند فی در العذابی در این مصیبت و در این عذاب و تنبیه موهین اهانت آور. تشکر میکنم اتاق فرمان. ملاحظه بکنید که اگر جنها موجوداتی خارجی بودند نسبت به داوود و دارای موجودیت مستقلی از موجودیت داوود بودند، همه این آیه
بی‌مأخذ و بی‌مورد می‌شد. اما به طوری که در این آیه ملاحظه می‌کنید، مرگ داوود مرگ جن هاست و همه این جنیانی که با او زندگی می‌کردند و در قالب او دارای حیات بودند، دارای موجودیت بودند، اونها میگویند که، یعنی جنهایی که در درون قالب داوود بودند، حالا بعضی ها تعبیر و تفسیر میکنند که جن یک موجود خارجی است، اونطور هم که فرض کنید باز در قضیه تفاوتی نمیکنه. وقتی مقرر شد که این باید بمیره، مرگش فرا رسید، حتی جنهایی که در درون او بودند از مرگ او با اطلاع نبودند. یعنی غیب و دانستن دنیای نادیده حتی در این ارتباط نزدیک که جن در این قالب زندگی میکنه ولی جن هم اطلاع نداره که این قالب کی تهی میشه از جان و کی ادامه میده با جان. اما نکته‌ای که در اینجا بسیار جای توجه کامل داره این است که ما بدانیم که این نیروهایی که در وجود انسان هست، این نیروها هیچ کدام مستقل نیستند و عدم استقلال این نیروها به نگرش من، به برداشت من نشان می‌دهد که از گفتاری که جنها می‌گویند که اگر ما علم غیب داشتیم، ما که در این قالب زندگی می‌کنیم و این امکانات رو داشتیم که کاسه می ساختیم و کوزه می ساختیم و ساختمان می ساختیم و چه می ساختیم و چه می کردیم، ما به عنوان عامل و وسیله و بازوی اجرایی این کارها بودیم. الان که فرمانده این بازوهای اجرایی از کار افتاده، ما هم در واقع از کار افتادیم. و اگر ما غیب می دانستیم، اگر ما نیروهای مستقلی بودیم، ما به این عذاب، به این تنبیه، به این مصیبت توهین آمیز مبتلا نمی شدیم. همه نیروهایی که در انسان زندگی بخش هستند، نیروهای توان آفرین هستند، نیروهای تمکینی هستند، نیروهای تقدیری هستند که در ما کارهای مختلف انجام میدن، نیرویی که حکومت میکنه، این قالب و گوشت و پوست که حکومت نمیکنه به کسی، فرعون که گوشت و پوست و ماهیچه و استخوانش حکومت نمیکرد، که استخوان و گوشت و پوستش که به مردم ظلم نمیکرد، که باکتری های وجود ما، میکروب های وجود ما، استخوان ما، گوشت ما، نرو ما، اینها که به کسی نه خوبی میکنن نه بدی میکنن. مثلا بگیم که بله، گوشت تن فرعون به آدمها ظلم میکرد. این آدمی که امروز چندین میلیارد دلار سرمایه فلان کشور رو برده در دبی هم اشتباه گفتم، ببخشید، برده یک جایی، گفتم اسم نگید دیگه، هر وقتم یه اسمی از دهن ما میپره شب تا صبح نمیخوابیم که این برنامه ها رو کی قطع میکنن. یک کسی از یک کشور الف به کشور ب 5 میلیارد 10 میلیارد دلار پول بانکشو برداشته برده اونجا. هزاران نفر، شاید بیش از 1 میلیون نفر آدم رو گرسنه در اون کشور به جا گذاشت که از گرسنگی و قحطی در حال مردن هستن. بیشترشون هم بچه صغیر و یتیم و اینها هستند. گوشت تن این ظالم
که 5 میلیارد دزدیده و گوشت تن اون مظلومی که 5 میلیارد ازش دزدیده شده، گوشت تن اینها چه فرقی داره با هم؟ یعنی این ظلم رو کجا میخوام به این نتیجه برسم؟ با بیانی که ساده تر از این به فکر من نمیرسه، کجای این آدم اون ظلم رو انجام میده؟ دستش، پاش، چشمش، گوشش، مغزش، پروتئینی که تو بدنش داره، چربی که داره، اکسیژنی که داره، کربونی که داره، چی در اون بدن هست که اولا قدرت ساختمان داره، قدرت قضاوت داره، قدرت سفر داره، قدرت تصمیم داره، قدرت ظلم داره، قدرت عدل داره؟ قرآن اون رو میخواد به ما نشان بده. یا به قول خواجه عبدالله انصاری، آنی که در پی آنی ما مجموعه هستیم از خواستهای خودمون، از مطالبات خودمون، از آرزوها و از تمنیات خودمون، ما اون هستیم و اون رو قرآن به عنوان بازوهای اجرایی و تصمیم گیری و ارادی درون ما ازش نام میبره، به نام جن یا به نام فرشته، که اونها هستند که در ما هستند و ما رو تشکیل میدن و اینها با مرگ غالب، اون مغلوب فاعلی که در درون این غالب زندگی میکنه، مرگ این غالب مرگ اونها رو در پیش داره، باعث داره. و میگوید وقتی که این آدم، همه این فرشته و جن و اینها تو درون خودش دارن زندگی، اینها خبر نداشتن که این صاحب اینها، غالب اینها مرده. خیلی در مورد این آیه باید بیشتر صحبت کرد، نه وقت هست نه انرژی، اما ما در یک غالب بزرگتری که زندگی میکنیم اکثر اوقات قالب ما مرده، هنوز ما در تصور وجود در قالب زندگی میکنیم، هنوز ما متکی به قدرتی هستیم که با نیروی یک موریانه ساقط میشه. ما قدرت های جهانی رو، اون خوبش، حالا داوود خوب بوده دیگه، مثلا دیگه مظهر خوب بودی، از اون خوبتر، از اون با قدرت تر، از اون با عدالت تر، این سوی قضیه فرعون، اون سوی قضیه داوود، دیگه دو شخصیت رو قرآن معرفی میکنه، هر دوی اینها با توهین قالب توهی میکنند، اون یکی که در آب خفه میشه، این یکی که با پیامبر خدا با این عظمت با این قدرت از مرگش حتی نیروهای درونی خودش هم ما اون نیروهای درونی هستیم که در یک قالب بزرگتری زندگی میکنیم و از مرگ علت بیخبر هستیم. وقتی یک کسی به یک سنگی مراجعه میکنه، به یک آجری مراجعه میکنه و از این آجر دخیل میخواد، یک کسی که گردن فرزندش رو به ذریح فلان امام میبنده، آخه مردم ما باید یه مقداری فکر داشته باشیم یا نباید داشته باشیم؟ آخه این همه قرآن که داستان میگه برای ما، برای چی میگه اینها رو که لا قوت الا بالله، هیچ قوتی و هیچ نیروی تحول آفرینی جز قدرت خدا وجود نداره. بسیاری از این قدرت هایی که ما بهش تکیه میکنیم، مردم مردن اینها، مثل اجنه‌ای که در وجود داوود زندگی میکردند و در واقع تصور میکردند که قدرت اینها ناشی از قدرت
داووده و به علت العلل بیگانه بودن. متوجه شدن که چند وقته که داوود مرده و چند وقته که اینها در قالب مرده زندگی میکنن و تصور میکنن که دارای قدرت هستن. موضوع نیروهای درونی بشر و اینکه کی این نیروهای درونی حالت اطاعت و عبادت و منطق پیدا میکنن و کی در خواب و خیال زندگی میکنن، نکته ای که در اینجا وا میگذارم برای آینده، بپردازیم به آیه های دیگر. رابطه حقیقت وجود انسان با قالب انسانه، رابطه روح انسان با رابطه جان انسانه، رابطه نیروهای درونی انسان، استعداد درونی انسان با فعلیت انسانه. اینها مطالبی است که از دیدگاه روانشناسی باید نگرش دیگر ما به قرآن داشته باشیم و تصور میکنم که در مورد این آیه تا همینجا بسنده کنیم که بتوانیم بالاخره با یک حجمی به آیه های دیگر قرآن هم وارد بشویم. در آیه شماره 15 میگوید که بی تردید برای قوم سبا در محل سکونت ایشان نشانه ها و پدیده های در معنا شگرفی بود، بوستان و باقی در یمین و در شمال. به ایشان گفتیم بخورید از رزق و او را شکر کنید، برای آن که به شما شهری طیب و پاکیزه و همینطور ربی غفور نعمت شده است. یکی از آیه های فوق‌العاده مهم قرآن هست که نکته بسیار مهمی در این آیه وجود داره. اشاره میکند قرآن به این که برای مردم شهر سبا، سبا یک شهری است که در جنوب شبه جزیره عربستان امروزی وجود داره و شاید بخش شمالی یمن امروزی باشه. برای مردم سبا در محل سکونتشان رحمتی بود، دو باغ از راست و چپ. به اونها گفتیم که از روزی پروردگارتان بخورید و شکر کنید، همون شکری که در ساعتی قبل توضیح داده شد. به خاطر اینکه شهری است خوش و دلپذیر و سالم و پاک و خدایی آمرزنده و چشم پوش از گناه. آیه شماره 15 خدا فرمان: لقد، براستی و تحقیقا، کان، بود، لسبئ، برای مردم شهر سبا،
فی در مسکنهم شهر ایشان در مسکنهای ایشان آیتون نشانه ای جنتانی دو بوستان دو باغ عن یمین و شمال در چپ و راست در راست و چپ کلو که به ایشان گفتیم در این جایی که از هر طرف باغ و بوستان شما رو احاطه کرده و در این شهر در کمال آرامش و آسایش و زیبایی و استغنا به سر میبرید و همه چیز در دسترس شماست، بخورید من از آنچه رزقی رزق شما شده. ملاحظه بکنید خیلی چیزها رو میشه که خورد، رزق دیگران رو هم میشه خورد، مال دیگران رو هم میشه خورد. در اینجا میگوید که از اون چی که مجاز کردم، از اون چی که رزق شماست، از اون چیزی که متعلق به شما کرده رب شما، از اون بخورید و مصرف کنید، مال مردم رو نخورید. وشکرو ملاحظه بکنید بار سومه که در اینجا یا چهارمه که به موضوع شکر اشاره میکنه، شکر کنید خدا رو. بلدتون و اون وقت میگوید یک لحظه نگاه کنید دیگه، به خودتون نگاه بکنید که بلدتون سرزمینی شهری طیبتون طیب مفید پاک با امنیت با آرامش با آسایش با همه نعمتها و ربون غفور و خدایی که و ربی که چشم پوش گناهان شماست و مغفرت میکند آنچه را که شما خلاف انجام دادید و اصلاح کردید شما را میبخشه. در آیه شماره 16 ولی از شکر آیه های خدا رخ برتافتند و در نتیجه این ناشکری سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو بوستان پرنعیم و پرنعمتی که به ایشان داده بودیم به دو سرزمین با میوه های تلخ و بیمصرف و شورزار و اندکی در واقع کنار تبدیل کردیم. آیه شماره 16 فاعرضوا پس روی برتافتند و سرپیچی کردند فارسلنا پس فرو فرستادیم بر ایشان، روا داشتیم بر ایشان، علیهم حکم کردیم بر ایشان سیل العریمی یک سیلی که در واقع فرو بریزد مانع رو، ویرانگر باشد دیگه، مانع رو از پیش پا بردارد. و بدلناهم و تبدیل کردیم بجنتیهم اون دو جنت رو، اون دو باغ رو، جنتینی به دو باغی که زواتی تولید میوه میکرد، اوکولین خمطین تلخ و اثلین و شور و شیئین و چیزی من مانند سیدرین سدر قلیل کمی. در این آیه تشکر میکنم، در این آیه اشاره میکند به اینکه آیه 15 و 16 که همه جور نعمت به اونها دادیم، مثلا
یک کشوری مثل آمریکا درست کردیم در اون زمان که همه نعمتها و همه امکانات و همه نیروها و همه زیبایی ها رو به اونها دادیم و گفتیم شما از اون چه که رزق شماست، نه اون که رزق چینه، نه اون که رزق یک کشوری دیگه است، از نفت خودتون استفاده بکنید. گفتیم که شما رو از چپ و راست گلکاری کردیم، هر جا که نگاه میکنید آدم چپ و راستش رو نگاه میکنه دیگه، بیشتر یعنی چپ و راست شما وقتی گله یعنی شما از بین گل عبور میکنید دیگه. اصلا گلستان کردم، همه امکانات رو به شما دادم، بیشترین زیبایی های کره زمین رو در اختیار شما گذاشتم، هر چه میخواستید به شما دادم، دو تا دستور به شما دادم، یک از رزق خودتون بخورید، نفت میخواید از نفت خودتون بخورید، نفت جای دیگه میخواید بخرید و بخورید. اون چی که نعمت بود به شما دادم، اون چی که زیبایی است به شما دادم، دو تا شرط بود، یکی این که از رزق خودتون بخورید، از اون چی که سهم شماست، سهم شماست، هر چی میخواید بخورید، به سهم دیگران تجاوز نکنید، در سطح جهانی، در سطح ملی، در سطح شهری، در سطح خانواده، رزق خودتون رو بخورید، به رزق دیگران تجاوز نکنید. و دوم این که برای این رزقی که به شما دادم و مجاز کردم که شما رو از رزق خودتون بخورید، نگاه کنید به این رزق که شما در شهری زندگی میکنید که طیبه، پر از گل و گلستانه، پر از میوه است، پر از تولیده، پر از چاه نفته، همه اینها رو به شما دادیم، از رزق خودتون استفاده کنید. شما چه احتیاج به دزدی دارید آخه؟ چه احتیاجی دارید که به قیمت قدرتمند شدن بیش از آنچه که هستید دنیا رو به گروگان بکشید؟ در این ساعت چرا آخه این کار رو میکنید؟ به شما دستور دادم که از رزق خودتون بخورید و شکرگزار باشید، علاوه بر این که به حق دیگران تجاوز نکنید، نگاه کنید که دیگران چه حقی در رزق شما دارند، اون رو هم بپردازید. به این میگوید چی؟ شکر. پس چه کردند؟ سرباز دادند. فعرزو، سرباز دادند، اعراض کردند. ما چه کردیم؟ آیه 16، فرستادیم به جای و باران و ترنم و اینهایی که داشتن، سیل فرستادیم این دفعه، سیلی که در واقع برهم زد و فرو می‌ریزد هر نوع مانعی رو در مقابل خودش، سیل خروشان. سیلی هست که معمولی میاد صدی چیزی جلوش می‌بنده بعد رد میشه میره، سیل ویرانگر فرستادیم براش به جای اینکه آباد بکنه. و اون دوتا باقی که اینها در بین این باغ بودن دیگه، هر جا که می رفتن چپ و راستشون باغ بود، اونها رو تبدیل کردیم به دوتا باقی که میوه های تلخ و شور و بیمصرف و غیر قابل استفاده می داد و فقط یک کمی به اندازه بخور و نمیر صدر از درختاش بیرون می آمد. در واقع در آیه های 15 و 16 اشاره به زندگی بشر میکنه و منافع شکر، شکر عملی هان، اعمل و آل داوودن شکران، ای آل داوود عمل کنید به شکری که میکنید، به تعهد شکری که میکنید. شکر مثل صلات یک جور تعهده، شکر بکنید. کسانی که اعراض کردن و شکر نکردن و منهدم کردیم، نابود کردیم همه چیزهایی رو که به اونها نعمت داده بودیم.
نتیجه عدم شکر و یا شکر خلاف، شکری که با تقلب سر و کار داره و شکر دروغ، و یا اینکه شکر نکردن و عمل به شکر انجام ندادن، طبق قانون خدا موجب از بین رفتن امتیازات و فضیلت ها و نعمت های خدا میشه. و این یک تعهده، تعهدی که خدا میکنه فقط تعهدات مثبت نیست، یعنی ما خدا رو فقط با تعهدات مثبتش نمیگیریم و مسئولش بکنیم، این کارو گفتی خدا میکنم بکن ببینم، حرف نداره استغفر الله و خدا اینطوری، این حرفا اصلا همه اینها شوخی است. تقدیس بی خودی نکنید، تقدس هم نسازید. خدا اگه مقدسه که هست، اگرم نیست نیست. من و شما چطور میتونیم خدا رو مقدس کنیم اگه مقدس نیست از تقدیس خارج کنیم؟ این تئاترها و اینها رو کنار بگذارید، واقع بین باشید و واقع گرا باشید، دینتون رو با واقعیت تطبیق بدید. خدا اگر تعهد کرده، فقط تعهدات خدا مربوط به کارهای مثبت نیست. اگر میگوید که وقتی ناشکری میکنی باغ شیرین تو رو تبدیل به باغ شور میکنم، به باغ تلخ میکنم، اگر شکر نکنی مملکت تو رو از حالت فندان به حالت کشور فلان میاندازم، باید بکنه این کارو. اگر میگوید کسی که اعراض میکند سیل به او روان میکنم و او رو منهدم میکنم با قدرت تخریبی سیل، این هم یک تعهده. یعنی اگر شما قرآن رو با دقت بخوانید، سراسر قرآن پر از تعهدات خداست. هیچ کسی در تاریخ به اندازه خدا بدهکار نیست، با وجودی که همه طلبها مال اوست، خالق همه چیزه، ولی سراسر قرآن قبول بدهی کرده، قبول وظیفه کرده که ما یاد بگیریم. میگوید من هر چی که تعهد میکنم انجام میدم. لازم نیست به صورت فرمال بالای کاغذ بنویسه من آقای خدا تعهد میکنم. همین که میگه ما به اونها مسکنت دادیم، مسکن دادیم، شهر خوب دادیم، نمیدونم طیب دادیم، باغ دادیم، چنین کردیم، چنان کردیم، یعنی با شما هم همین کاری میکنیم. اگر شکر بکنید، تو اگه شکر بکنیم خدا بدهکاری که این کارو بکنه. ببینید قرآن رو اگر منطقی نگاه بکنید، من اگر شکر بکنم، شکر این دست بالا کردن اینها نیستان، شکر اینه که شما ببینید چقدر از این نعمت بدهکارید، بدهیتون رو بدید، اون کار رو اگه کردید و زندگی شما تبدیل به بوستان نشد، اون وقت این خدا خلاف عهد عمل کرده، دروغ گفته. به همین دلیل هست که خدا هم باهوش دیگه، در آغاز کار در سوره فاتحه دعای مجاز رو وقتی اعلام میکنه، میگوید که اهدنا، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. یعنی خدا هم زرنگه، اینجوری نیست که همینطوری آسان تعهد بکنه. جامعه ای رو که همه باید تقاضای هدایت بکنن، همه باید مستعد هدایت بشوند، یعنی دنیایی رو که خدا آفریده، جهانی رو، اجتماعی رو که خدا آفریده، سرنوشت ما به هم بستگی داره. وقتی من ظلم میکنم، ظلم در چارچوب کار من زندانی نمیشه، ظلم به دیگران هم سرایت میکنه. وقتی که من در یه استخر عمومی رفتم که همه اینجا شنا میکنن، سرشون رو میکنن زیر آب، چشمشون زیر آب باز میشه یا نمیشه یا هرچه، وقتی که من ادرار میکنم تو این استخر آب، حالا هی دعا بکنم که خدا سلامتی همه شناگران رو حفظ بکن، خب همه شناگران کور میشن وقتی من تو استخر ادرار میکنم.
چطور ما میتونیم دعا بکنیم که خدای به همه اینها سلامتی بده؟ همه اینها چشماشون کور میشه از اون ادراری که شده تو اونجا. این است که امر هدایت در قرآن یک امر اجتماعی است و این یک موضوع بسیار بسیار حیرت آور و مفصلی است که به جزئیات باید در موردش تشریح بشه. آیه شماره 17 میگوید که به سبب ناشکری و ناسپاسی این کیفر رو به اونها دادیم و آیا جز ناسپاس را کیفر می دهیم؟ تعهد دیگه ای خدا میکنه. ملاحظه میکنید؟ اولا که میگوید که کسانی که ناسپاس هستند من متعهد هستم اونها کیفر بدم. اگر کسی ناسپاس بود کیفر نگرفت، این خدا خدا نیست، همش دروغه. تعهد میره میکنه، یه که اعراض کرده پدرشو در آوردم، سیل بستم به خانهش. حالا میگیم که چرا به خانه یک ملتی سیل بستیم؟ میگه دیگه این حکمت منه دیگه. میگه چشمت کور بشه، از نیروت استفاده بکن در تعلیم و تربیت، اتحاد پیدا بکنین، عدالت پیدا بکنید، محیطی رو که درش زندگی میکنید سالم نگه دارید. اگه محیط رو کثیف بکنید، هر کدام از شما مسئول هستید در کاری که میکنید و خسارتی به دیگران وارد میکنید. حواستون رو جمع بکنید، درست زندگی بکنید. اما اونجایی که تعهد میکنه میگوید که من اینها رو به جرم ناسپاسی تعهد داشتم و تنبیه کردم. شما هم اگه ناسپاس باشید شما رو تنبیه میکنم. اما شما نگاه بکنید که من جز ناسپاس کسی رو تنبیه کردم. آیا افرادی که شکور هستند و شاکر هستند من تا به حال شده که اونها رو تنبیه بکنم؟ میگیم خدایا این ملت ایران دستاشون مرتب بالاست، میگن خدای شکرت خدای شکرت. میگه اون شکر برای خودت خوبه، اون شکر توهین و فحش به من خداست، اون شکر رو نمیگم. شکری که بدهی خودت رو از نعمت بپردازی. شکر عبارت از آن است که از رزقی که بهت دادم رزق دیگران رو نخور، رزق دیگران رو نخور. تو از کجا چندین میلیارد پول آوردی آخه؟ این جز این است که رزق دیگران رو خوردی؟ این قدم اول. بعد میگه حالا رزق خودت، فرض کن که اصلا هیچ ندزدیدی، فقط رزق خودت رو گذاشتیم رو میز، از اون رزق خودت بدهیت رو بپرداز، انفاق کن. اون وقت اگر چنین کردی من تو رو سپاس گذار مینامم و ناسپاس نمیدانم و تو رو مورد تنبیه و مواجهه با این سیل ویرانگر نمی کنم. رابطه شکر با سیل، اعراض، شکر، تنبیه، تشویق، پاداش و مجازات. آیه شماره 17 ذالک آن جزیناهم، چیزی است که ما در واقع جزا دادیم ایشان را، بما به واسطه ای، به جهتی، به علت اینکه، برای اینکه کفرو، ایشان کفر ورزیدند. و هل نجازی، و ما چه جزایی داده ایم، به چه کسی جزا داده ایم؟ الا مگر الکفور، کسانی که کارشون و شغلشون کفرگویی و کفرگذاری است به جای شکرگذاری. آیه شماره 18 میگوید که و میان آنان و آبادی هایی که به آنان برکت داده بودیم، آبادی های نمایان و به هم پیوسته قرار داده بودیم. اتاق فرمان ملاحظه بکنید اگر که انشاءالله
فیسبوک ما برقرار هست و درست کار میکنه. حالا طبق معمول این کامپیوتر من خرابه البته، ولی شما نگاه بکنید که انشاءالله همه چیز درست و خوب کار میکنه. در آیه شماره 18 قرار دادیم بین ایشان، در میان ایشان و شهرهایی که از برکت برخوردار بودند، یعنی بین ایشان شهرهای آباد اطراف ایشان بنا کردیم، یعنی پرت نبودن که یه جای آبادی باشه بقیه جا همه خشکسالی باشه و اینها، منطقه آبادی بود که شهرک هایی در نزدیکی هم بود، شهرهای پیدا و پیوسته ای قرار داده بودیم. تقدیر و امکان سیر و سفر فراهم ساختیم، ما مقدر و ممکن ساختیم سفر رو در فاصله هایی که داشتن، فاصله بین مبدأ و مقصدی که داشتن، و به ایشان گفتیم سفر کنید بین شهرها شب و روز در امنیت کامل و در تأمین داشتن حیات. در این آیه به آغاز تمدن، به شهرنشینی، به وقوع شهرها، به لزوم حفظ فاصله برای حفظ سلامت شهرها، تولیدات کشاورزی، برای حفظ مراکز صنایعی و همینطور شرایط حفاظی و تولیدی بین شهرها تا یک فاصله معقولی یک شهر دیگری ساختیم. ساختیم یعنی قانون ما موجب شد که این شهرها رو بسازن، اگه خدا خودش بیاد شهر بسازه. فاصله های معین، شهرک های مختلف، تمدن های مختلف در واقع موجب آزادی شد. و بعد هم گفتیم به مردم که به هر مقصدی در این مجموعه این شهرها که میخواید مسافرت بکنید، فاصله بین خودتون، شهرها با هم فاصله نداشتن ولی شما ممکن به یه شهری میرید که فاصله داشته باشید، سفر کنید. توصیه کردیم که سفر کنید، با هم آشنا بشوید، تجارت بکنید، رفت و آمد بکنید و در امنیت کامل، چه روز چه شب. در واقع پیوستن مراکز اجتماعات و جمعیت و شهرها هم باید فاصله معقول داشته باشه با هم، و هم اینکه بایستی که امکان تردد و مسافرت و سفر وجود داشته باشد، و این فاصله ها و این سفرها برای بقای این تمدن ها و این شهرها و اقتصاد اونها یک امر واجب است. و همینطور موضوع تأمین امنیت سفر و استقلال سیاسی و اقتصادی واحدهای جغرافیایی رو در این آیه مطرح کرده. وجعلنا قرار دادیم بینهم بین ایشان و بین و بین القرى شهرها التي که همچنان که ما برکت دادیم در واقع در بین اینها، در بین این شهرها برکت دادیم، فیها در آن قرآن شهرها ظاهرتن شهرهایی که دیدنی و ظاهر بودند، پیدا بودند، و قدرنا و ما در اونها ساختیم و بنا کردیم و مقدر کردیم و ممکن ساختیم،
فيها در اونها السیر سفر رو سیر و گردش رو فيها در اون لیالی در شب و ایاما و روز آمینی در امنیت کامل. در آیه شماره 19 اشاره می کند به این که به طمع و به انحصار طلبی و کشورگشایی و توسعه حاکمیت سیاسی و نوعی استعمار و تسلط بر دیگران و عدم تحمل حاکمیت سیاسی برای شهرها و واحدهای سیاسی مجاور و به طور خلاصه به علت عدم لیاقت بشر به همزیستی مسالمت آمیز در این آیه اشاره می کند. قرآن می گوید وقتی استعمار و انحصار در جای اشتراک و ائتلاف و اتحاد قرار می گیرد، همگان محکوم به زوال و دربدری و بیامنیتی می شوند. برای هر صبور شاکر در این نقله ها و در این داستان ها درس ها و عبرت هایی وجود دارد. پس شهرها ساخته شد، ثروت به وجود آمد، تمدن ها بنا شد، شهریت و تمدن به مردم داده شد. شهرها در فاصله معین قرار گرفتند. بین شهرها ابزار و وسایل صنعتی و تولیدی ایجاد شد. امنیت سفر برقرار شد. راه بین این شهرها ساخته شد. و همه این شهرها از توان و از استقلال و از استغنا برخوردار بودند. و همه اینها بدون تجاوز به هم در امنیت به سر می بردند. شب و روز. این تابلو رو ملاحظه بکنید که قرآن میکشه نصب میکنه. حالا میگه این دنیا، این شهرها، یعنی این دور دنیا، یعنی این کره زمین، این تصویری است که قرآن از یک جامعه، از یک مدینه فاضله میکشه که این باشه. این نظر قرآنه. حالا چه کردند؟ با طمع و با کشورگشایی و با به رزق هم تجاوز کردن، به خاک هم تجاوز کردن، به استقلال هم تجاوز کردن، به اختیارات هم تجاوز کردن، همین تمدن ها رو واژگون کردن، شهریت ها رو از بین بردن، تعادل رو در جامعه به هم ریختن، امنیت رو در جامعه از بین بردن، کار به تخریب و بیسامانی و حلاکت همگان رسید. و قرآن میگوید که برای هر صبور شاکر، هر کسی که در این اشتباهات تحمل میکنه و تأمل میکنه و رفع اشکال میکنه و اصلاح میکنه و تجهیز میکنه و مبادرت به تمرین مقاومت و جهاد میکنه و کسی که شکرگزار هست، اینا همه ناشکر بودن، کسی که برای نعمتهایی که به او دادیم شکرگزاری میکنه، اینها این تمدنها رو نگه میدارن، این آرامش، این آسایش، این نعمت، این زیبایی، این بهشت رو که من برای اینها بنا کردن و این امنیت و این آزادی و این لذت رو به اونها دادن. و گفتم شکر کنید. یعنی چی؟ یعنی از نعمت خودتون سهم نعمت دیگران رو بپردازید تا جامعه در نعمت به سر ببره. نکردند این کار و خلاف این عمل کردند و همه چیز از ایشان گرفته شد. و در این داد و ستد، در این تعهداتی که خدا می کند، در داده های خدا، در گرفته های خدا، قانون خدا، درس های بسیاری است که
ما از این درس ها باید عبرت های بسیار بیاموزیم. فقالو، پس آنها گفتند، آیه شماره 19، گفتند پروردگارا میان سفرهایمان دوری بیانداز، یعنی مسیرهای سفرهای ما رو به گونه ای ترتیب بده تا مجبور بشویم که از صحراهای خشک عبور بکنیم. دیگه ما نمیخوایم که از بین شهرها عبور بکنیم. این میزان امنیت از بین رفته بوده که راه بوده، درخت بوده، جاده بوده، آب بوده. اصلا شما مثلا ما از شهر پنجم میخواستیم به شهر اول برید، در بیابان نمیموندید، اسیر نمیشدید، بی غذا نمیشدید، صحرا زده نمیشدید، از بین نمیرفتید، طوفان شن و ماسه اذیتتون نمیکرد. همه جا باغ و بستان، همه شهرها به هم وصله در فاصله معقول و معین، و شما هیچ وقتی نه دوچار گرسنگی میشید، نه اینکه سرگردان میشید، از امنیت، از رفاقت، از همه چی برخورد، واقعا بهشت برای شما آفریده. کار رو به جایی رساندید در اثر ظلم که امنیت از هم نداشتید. برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برید، 4 تا شهر سر راه شماست. اینها وسیله حمایت شما بودن. اونقدر با هم بدرفتاری کردید که حالا باید دور بزنید از تو بیابان. یعنی شما خطرات سفر در بیابان رو به خطر سفر از بین آدم ها ترجیح میدید. انقدر این آدم هایی که با هم امنیت داشتن حالا خطرناک شدن، از حیوان وحشی درنده خطرناک تر شد. شما ترجیح میدید که در سفرهاتون از جایی برید، بیراهه برید که چشمتون با آدمیزاد نیفته تا به هدف و مقصدتون برسید. گفتن پروردگارا دوری بیانداز میان سفرهای ما، و به این ترتیب به خود ستم کردند. پس آنان را هم نابود کردیم، هم به صورت افسانه ها در آوردیم و تارمارشان کردیم. و این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، اینها نشانه هایی است عبرت آموز برای هر شکیبای شکرگزار، هر صبور در واقع صبر کننده، شکر کننده. گفتند که سفرهای ما رو دوری بیانداز، بعید بکن، فاصله بیانداز. یعنی ما از جایی که میخوایم به جایی سفر بکنیم دور باشیم. از کی دور باشیم؟ از شهرها. فقالو، گفتند ربنا، رب ما، بعید، فاصله بینداز، بین اسفارینا، طول سفر ما، که از راه دور بریم، از راه بیراهه بریم که از شهرهای مجاور رد نشیم. و ظلمو، و ایشان ظلم کردن انفسهم، بر نفسهای خیش، فجعلنا، پس قرار دادیم ایشان را، احادیث، ملاحظه بکنید، فجعلناهم، و قرار دادیم احادیث ایشان رو، قرار داد حدیث، عذر میخوام، حدیث یا افسانه یا داستان، یعنی اونها رو به صورت داستان در آوردیم. شما چیزی رو که میخواید تبدیل به داستان بکنید، باید خودش رو از بین ببرید که داستانش باشه دیگه، ولی اگر خودش باشه که دیگه داستان نداره که. تبدیل کردیم اینها رو به اسطوره، به افسانه، به داستان، به قصه، اینجور تار و مارشون کردیم، از بین بردیم. و مزقناهم،
و اونها رو پاره پاره کردیم، متلاشی کردیم، مزمحل کردیم اونها رو، کل ممزق، همشون رو پریشان و در به در و قطعه قطعه و بی سامان و بی هویت کردیم. این فی ذالک، بی تردید در این امر، لآیات، آیات و نشانه هایی قرار دارد، لکلی، برای هر صبر، صبور شکور و شکوری، کسی که صبر و شکر دارد، که در هر دو مورد سخن گفته شد. یعنی شما اگر دارای صبر و دارای شکر نباشید، تمدن شما ویران خواهد شد. تشکر میکنم خدا فرمان. یعنی در این مورد شما هیچ تردیدی نکنید که تمدن ها و کاخ های فرعونی و کاخ های سزارها و این همه که نگاه میکنید در تاریخ، میشنوید راجع به قدرت های گذشته. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. طاق کسرا یا ایوان مدائن نشان دهنده عظمت امپراتوری ساسانیان است، که به همین روزی در آمد که این سرزمین به دست اعراب متجاوز میفته و اونها با سوء استفاده از دین چنین میکنند که دیدید، و تا امروز از رنج این موضوع همچنان ما برخوردار هستیم. به نام اسلام، به نام قرآن. این است که داستانهای قرآن رو وقتی نگاه میکنید به بازی نگیرید، و اینها فقط قصه و افسانه نیستند. در واقع در این دو سایه بسیار مهم، بنای تمدنها و نیروها و مصالحی که برای ساختن تمدن‌های جهانی لازم است، قرآن ذکر میکنه، و همینطور نیروهای مخربی که تمدن‌های عظیم رو با خاک یکسان کرد. و در برنامه‌های قبل عرض کردم در این خاکبرداری‌ها و این جستجو کردن چیزهای قدیمی و اینها بسیار برمی‌خورند به این که مثلا 2000 سال پیش، 3000 سال پیش ذوب فلز میدانستن، نمیدونم با طلا کار میکردن، با مس کار میکردن. یعنی نگاه میکنیم به کارهایی میکردن که امروز نمیتوانن انجام بدن، میبینیم همه اونها از بین رفته. قرآن به طور خلاصه در این 3-4 آیه ساختمان تمدنها و علل ساختمان تمدنها و عظمت مردم و آسایش و امنیت و وفور نعمت رو ذکر میکنه، و در مقابلش ابزار و وسائلی که موجب سقوط همه این امتیازات میشن اون رو هم ذکر میکنه. در آیه شماره 20 به یک موضوع بسیار مهمی قرآن اشاره میکنه، به نقش شیطان در آرزوها و در آمال بشر، در تسلط بر دیگر جماعات و عدم احترام متقابل و عدم رعایت حقوق دیگران و کاربرد تعدی به حریم یکدیگر و آغاز استعمار جغرافیایی و اجماع قدرت ناحق برای سرکوبی و استثمار
دیگر واحدهای جغرافیایی اشاره میکند. اتاق فرمان، ما تصویر نداریم مثل اینکه محمد جان ما قطع شدیم یا اینکه هنوز روی ایر هستیم. مثل اینکه ما اینطور که میبینم موقتا مثل اینکه از صحنه بیرون رفتیم و بازگشتیم، انشاءالله که قطع نشده باشیم. در آیه شماره 20 همانطور که عرض می کردم به نقش شیطان در آرزوها و در آمال بشر، که شیطان چه نقشی داره در آرزوهایی که ما داریم، در هوسهایی که ما داریم، که این هوسها در قسمت اعظم تشکیل می شود از آرزوهای ما در تسلط بر جماعتهای دیگر، در عدم احترام متقابل به یکدیگر، در تعدی و تجاوز به حریم یکدیگر، به حقوق یکدیگر، و آغاز استعمار جغرافیایی و اجماع قدرت ناحق برای سرکوبی و استثمار دیگر واحدهای جغرافیایی. و اینها واقعا هر کدامش یک کتاب درس که ما بررسی بکنیم که در روزگاری که ما داریم این استعمار جهانی رو شما ببینید که تمام ریشه های سقوط تمدن ها و سقوط عدالت در جهان ریشه یابی میشه در قرآن، و اینها رو در آیه شماره 20 ذکر میکنه. و لغت ولقد و بی تردید صدقا آقا فرمان اشاره میکنند که مثل اینکه وقت ما تمام داره میشه، و البته به این ترتیب گمان برد علیهم اینطور پیدا کرد، بر ایشان علیهم اثبات کرد یا به ایشان اینطور تحمیل کرد که باور کنند شیطان، و نهو در واقع تحقق ببخشد به گمراه کردن اونها، فتبعوه و از او اطاعت کردند، الا مگر فریقا گروه کوچکی در واقع من از المؤمنین افراد مؤمن. ما در اینجا از حضور شما بینندگان ارجمند خداحافظی میکنیم و شما عزیزان رو تا نشست دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. برای همه شما توفیق سعادت از درگاه حضرت حق آرزو میکنم. اگر عمری باشد انشاءالله در اضافه کردن برنامه ها روز جمعه صبح زود به وقت غرب لس آنجلس در خدمت شما خواهیم. به ما کمک کنید که ما بتوانیم هزینه های تأسیس و ادامه و تواتر بیشتر برنامه ها رو به وجود بیاوریم. روز و شب بر شما میمون و مبارک باد. سلامتی شما را از خدای بزرگ آرزو می کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.